الربا عند التعامل مع البنوك. موضوع الربا در معاملاتی که با بانک ها وجود داره. نعم. فالربا في ظاهره انه زياده للمال. ظاهر ربا اینه که در مال انسان زیادتی میاد، بدین معنا که مال انسان افزایش پیدا میکنه. لكن ما اخبر الله به واخبر به رسول عليه الصلاه والسلام ان الربا يمحق المال يتلف المال. اما آنگونه که الله متعال خبر داده، آنگونه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر داده، ربا باعث از بین رفتن مال و ثروت میشه. نعم، ولهذا نجد كثيرا ممن يعني يتعامل بالربا ويكون له مليارات الاموال في لحظه تذهب هذه الاموال. به این خاطر است که میبینیم چه بسا کسانی که میلیاردر هستند و معاملات ربوی انجام میدن به یک باره مفلس و فقیر میشند و هیچ پولی پیششون نمیمونه. ما هو السبب؟ سببش چیه؟ السبب اكل الربا صلی الله علیه و سلم. سببش رباخاری هست که از الله متعال سلامت و عافیت از این گناه رو خواهانیم. نعم، نحذر من المعاملات، نسأل عن كل معامله صغيره و كبيره. لذا از این چنین معاملاتی نسبت به اون بهوش باشیم و از کوچک و بزرگ اون، چه معاملات کوچک و چه معاملات بزرگ باشه، اما ربوی بر حذر باشیم و دوری بکنیم. نبتعد عن البنوك قدر المستطاع والله اعلم. و تا جایی که میتونیم از معامله با بانک ها دوری بکنیم.